جدیدترین پهپاد پرسه‌زن انتحاری ایران رونمایی شد. پهپادهای پرسه‌زن به سلاحی بدل شدن که قادرن طیف متنوعی از اهداف را مورد حسابات قرار بدن. جدیدترین پهپاد پرسه‌زن انتحاری ایران با نام رضوان با برد 20 کیلومتر و مداومت پرواز 20 دقیقه رونمایی و عملیاتی شد. اگر می‌خواید بدونید پهپاد پرسه‌زن چیه و چه قابلیت‌هایی داره، تا انتهای این برنامه همراه من باشید و کانال ما رو دنبال کنید تا برنامه‌های بعدی ما رو از دست ندید. پیش از این هم پهپادهای انتحاری پرسه‌زن مثل معراج 521 به نیروی زمینی سپاه تحویل داده شده بود. اما اونطور که سردار پارکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته، هم‌اکنون پهپادهای پرسه‌زن با برد 40 تا 100 کیلومتر نیز به سازمان رزم نیروی زمینی سپاه ملحق شدند که توانمندی قابل توجهی به نیروهای میدانی می‌دهند. به کارگیری آسان و سریع این نوع پهپادها قابلیت‌های جدیدی رو به یگان‌های واکنش سریع نیروی زمینی برای مقابله با گروهک‌های تروریستی به خصوص در جغرافیای پیچیده کوهستانی میده. کاربرد این نوع تسلیحات به خصوص در جریان جنگ اوکراین و توانایی اونها برای هدف قرار دادن انواع ادوات زرهی، تجمع نیروها و حتی تسلیحات پشتیبانی آتش مثل توپخانه ها و سامانه‌های پدافندی بیش از پیش نمایان و موجب شد تا به نوعی معادلات رزم زمینی تا میزان قابل توجهی نسبت به گذشته تغییر کنه و پهپادهای انتحاری پرسه‌زن به یکی از ابزارهای اصلی در میدان جنگ بدل بشه، موضوعی که از دید نیروهای مسلح کشورمون هم دور نمونده و تا کنون اقدامات خوبی در حوزه تولید این نوع مهمات صورت گرفته. خانواده پهپاد رضوان رو اما میشه یکی از بهترین انواع پهپادهای پرسه‌زن در داخل کشور دونست. پهپادی که به دست متخصصان نظامی سپاه با همکاری شرکت‌های دانش بنیان تولید شده و هم اکنون در اختیار نیروی زمینی قرار گرفته. کشورمون ایران با جغرافیای پیچیده و عمدتاً کوهستانیه و همین امر کار نیروهای نظامی برای حراست از مرزهای کشور رو با سختی‌های فراوانی همراه می‌کنه. گروه‌های تروریستی نیز در گذشته با علم به همین موضوع و شناخت دقیق نسبت به جغرافیای کشور سعی می‌کردند تا تیم‌های خود رو وارد کرده و دست به اقدامات ضد امنیتی بزنن. اما به دفعات متعدد در کمین رزمندگان نیروی زمینی سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی گرفتار می‌شدن که در جریان این عملیات‌ها نیروهای امنیتی کشورمون نیز محتمل تلفاتی می‌شدن. اما با ورود تجهیزاتی مثل پهپادهای پرسه‌زن انتحاری به سازمان رزم نیروی زمینی سپاه، امکان درگیری مؤثرتر با این تیم‌های تروریستی به خصوص در جغرافیای کوهستانی در شمال غرب و جنوب شرق کشور فراهم شده. دوربینی که در جلوی این نوع پهپادها نصب شده، پس از پرتاب از لانچر استوانه‌ای شکل خود تصاویر رو به کاربر ارسال می‌کنه و به کاربر این امکان رو میده تا هدف مورد نظر رو انتخاب و به اون حمله کنه. همین امر موجب میشه حتی اگر تروریست ها بخوان با استفاده از عوارض زمین در موقعیتی با پوشش و دید تیر نامناسب قرار بگیرن، میتوان بدون دادن هیچ گونه تلفاتی اونها را مورد هدف قرار داد. علاوه بر این پهپادهایی مثل رضوان به کاربر خود امکان درگیر شدن با اهداف متحرک مثل خودروها رو نیز میدن و در صورتی که تیم‌های تروریستی بخوان با خودروهای انتحاری به اجرای عملیات در مرز بپردازن، این پهپادها قادر هستن تا با اونها درگیر شده و اونها رو منهدم کنن. علاوه بر این پهپادهای انتحاری پرسه‌زن در صورتی که به سر جنگی ضد زره مجهز بشن به سلاحی مهلک برای تانک ها و ادوات زرهی بدل خواهند شد. نازک ترین زره تانک در بخش فوقانی اون قرار داره
و در صورتی که تانک به صورت تاپ اتک و یا حمله از بالا مورد هجوم قرار بگیره، احتمال انهدام اون بسیار زیاده و فعلا روش مطمئنی برای مقابله با این نوع سلاح وجود نداره. علاوه بر این، بسیاری از تسلیحات پشتیبانی آتش مثل توپخانه ها، راکت انداز ها و حتی برخی از سامانه های راداری و پدافندی نیز میتونن به اهدافی برای پهپادهای پرتزن بدل بشن. با این حساب، پهپاد پرتزن رو میشه سلاحی برای تمامی فصول دانست که قادره هم برای مقابله با گروهک های تروریستی و هم برای مقابله با ارتش های منظم از اون استفاده کرد. یک رسانه آمریکایی با انتشار گزارشی از یک موشک پرتزن ایرانی به عنوان یک شکارچی خطرناک برای پهپادها و پرنده‌ها در ارتفاع پایین در منطقه نام برده. موشک پرتزن 358 ایران برای رهگیری هواپیماهای بدون سرنشین در ارتفاع پایین طراحی شده. چندین گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران در سالهای اخیر به این موشک‌های زمین به هوای پرتزن دست یافتند که اساساً پهپادهای انفجاری هستند که در جستجوی اهداف هوایی به پرواز در میان و ابزار جدی در دست این گروه هاست تا پهپادهای پیشرفته‌تری رو که توسط دشمنانشون به پرواز در میان نابود کنند. رسانه آمریکایی در ادامه نوشته که 358 شبیه موشک هوا به هواست. بر اساس گزارش که در رسانه دولتی ایران منتشر شده، 358 یک استوانه تقریبا 9 فوتی با بالهایی در بدنه و دم و کلاهک انفجاری 22 پوندیه. موشک یا پهپاد 358 دارای یک مرحله بوستر سوخت جامد برای پرتابه. پس از پرتاب بوستر جدا میشه و ادامه پرواز با نیروی موتور توربین گازی انجام میشه. با توجه به عملکرد توربین گاز، طراحی بال خمیده و ظرفیت سوخت، این موشک دارای سرعت فروصوت با برد و استقامت طولانی خواهد بود. گمان میشه که موشک در یک الگوی پرواز ساده پرتزنی در هوا برای شناسایی و حمله به اهداف حرکت میکنه. علاوه بر این، پهپادهایی مثل رزوان به کاربر خود امکان درگیر شدن با اهداف متحرک مثل خودروها رو نیز میدن و در صورتی که تیم‌های تروریستی بخوان با خودروهای انتحاری به اجرای عملیات در مرز بپردازن، این پهپادها قادر هستن تا با اونها درگیر شده و اونها رو منهدم کنن. نظر شما در مورد این موشک یا پهپاد چیه؟ لطفاً برامون کامنت کنید.